در شرایط فعلی همه ما میدونیم که مردم در برابر یک ویروس این سیستم ایمنی بدنه که باید بتونه مقاومت کنه در برابر ویروس سیستم ایمنی ها یکسان نیست برحال یکی جوونه شرایط بهتری داره یکی مسنه یکی بیماری زمینه ای داره شرایط مختلفی وجود داره در برابر شرایط ایمنی و ایجاد اینکه سیستم ایمنی ما بتونه در برابر ویروس مقاومت بکنه همطوری که بارها گفته شده تا حالا هیچ دارویی هم پیدا نشده که کسی از این دارو استفاده بکنه و این ویروس از بین بره داروها عمدتا برای اون بافت هایی است که وقتی این ویروس وارد میشه آسیب میزنه برای اینکه جلو آسیب رو بگیره جلوگیری کنه یا مداوا کنه بیشتر حالا داروها تو این زمینه ها داره تجویز میشه یا داره مصرف میشه یکی از راه هایی که این سیستم ایمنی ما تمرین بکنه و آماده بشه در برابر این ویروس همین واکسن است واکسن در واقع تزریق مواد است شبه همین ویروس برای اینکه سیستم ایمنی ما بتونه باش بجنگه مبارزه کنه آماده بشه برای ویروس واقعی اگر وقتی وارد شد بدن آمادگی داشته باشه البته حالا شرایط مختلفی وجود داره این ویروس هم ممکنه هر روز جهش خاصی داشته باشی کما اینکه الان داریم میبینیم این متاسیون ها یه مقدار شرایط رو سخت میکنه شرایط رو سنگین میکنه هم برای اونهایی که واکسن رو فرمول واکسن رو دارن تهیه میکنن واکسن رو دارن میسازن ممکنه شرایط این ویروس شیش ماه دیگه هفت ماه دیگه کاملا با شرایط امروز ما متفاوت بشه و ما نیازهای جدیدی باز پیدا بکنیم یا تغییراتی در واکسنها نیاز باشه خود واکسیناسیون هم چیزی نیست که بتونه مثلا در یک ساعت کشور واکسینه بشه خب به حال زمان میبره اینکه ماها وقت میبره اگر واکسن هم به اندازه کافی در اختیار باشه ماها فرصت میخواد برای اینکه واکسیناسیون انجام بگیره در سراسر کشور ممکنه 6 ماه 7 ماه 8 ماه زمان نیاز باشه برای اینکه کل مردم واکسینه بشه خب در این شرایط ما باید چیکار بکنیم باز برمیگردیم به اینکه پروتکل های بهداشتی یک ضرورته یعنی واکسن باعث نمیشه که پروتکل ها ضعیف بشه یا مراعات مردم بخواد ضعیف بشه همچنان اون بحث دستورالعمل های بهداشتی به عنوان یک اصل اساسی باید مد نظر ما باشه بنابراین همون اصولی که قبلا مورد تاکید ما بوده یعنی امک امکانات بهداشتی در کشور باید به طور کامل بسیج بشه اقدامات کنترلی و پایشی باید با قدرت بیشتر در سراسر کشور ادامه پیدا کنه تست تشخیصی رو ما باید روزانه افزایش بدیم که البته نسبت به قبل یا افزایش خیلی خوبی پیدا کرده هرچه ما بتونیم تست تشخیص رو بیشتر استفاده بکنیم بهتر میتونیم خودمون آماده بکنیم کسی که مبتلا هست گرفتار سریعتر میتونیم شناسایی بکنیم و به جای اینکه بستری بشه با شرایط سرپایی به هر حال معالجه بشه و نیاز به بستری نداشته بشه